که این گونه به پیران کمک میکنه؟ این گلوبند را هرگز از خودت جدا مکن که رفع بلا میکنه. لطفالی اینجاست؟ خانه آمد نیست. میدانیم را کجا بود؟ گلوبند ما را سوار سیما خوند، اما فقط لطفالی را بود. نشناختی که بود؟ نه، فقط دستش اینطور بود، انگشت نداشت. نقل دهان زنان است که فرزندش رو بودن. دانه کجا؟ کودکی صدا زد مادر. آشنایی دارم که دستی بر آتش سحر دارد، چون مرا میشناخت حضورم پذیرفت. شهرشان است بیوه شوی، از شویت جدا شده از به خانه دیگر کند. به زنت بگو به لطیفه کار نداشته باشد، بار آخریش که حرمت نگه میدارم و خودم هم کلامش نمیشدم. بعد از نماز مغرب و عشا بیایید اینجا، انشاءالله پاسخ لوح سفید کارگاه باشد. این تحفه کفتران که من میبینم میارزد. شاوه چند؟ بیا غذا بخور. دزدی کردی؟ به لطیفه کاری نداشته باشه. شنیدی؟ گلوبندت یافتمش. این دست تو چه میکند؟ دست سمسام بود، رو بودمش. صبرم نرم شد چون موم در دست غمم، تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع. به نام نامی قصه گوی جلیل که برتر است ز هرچه نام و نظیر، به نام او که اگر غمی پیش روی آدمی گذاشت، اسباب رحمت و آرامش نیز فراهم کرد. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. عم نسا با کنار هم چیدن تمام آنچه دیده و شنیده بود، دلش گواهی می داد که هیچ نمی توانست باورش کند. پس راه را بسته دید و نخواست قبل از آن که لوح سپید را باز کند دهان به تهمت گشاید. عمه اینجا چه میکنی؟ برو خانه خودتان، در را هم ببر، برو. عمه تویی؟ ترسیدم. اگر به خانه نمی روی می نشینی چشمهایت را می بندی تا من صدایت کنم. هر صدایی شنیدی جز نامت از دهان من چشمهایت را باز نمی کنی. باشد؟ Thank you.
شک میکنی؟ به دخترت؟ جز تو که پس از سالها به این قبیله آمده ای قریب دیگری نمیبینم. از کیانی تو؟ با تو هم منو نگاه کن، منو نگاه کن. از کیانی؟ گفتم اینجا چه میکنی؟ بگیریدش، بگیریدش. دوزدی توی بی همه چیز پسرم مرد. فراموش نکن که تو همیشه خونش به گردن داری. خدایا خورما، من هم با این زبان درازی که داری چطور هنوز سر بر سینت نگذاشتن سالت؟ غزال میداند؟ این ماجرا ربطی به او ندارد، بنا نیست چیزی بفهمد. این بار فرق میکند، دیدمش. طلا و جواهر نیست که آبش کنم، شیره انگور نیست که به مستان حواله کرده راه وادیه گیرم. کودک است، زبان دارد، چشم دارد، میبیند، حرف میزند. پسری که من دیدم زبان شریف صد مرد است. پشت گوشش به مال از
شرش خلاص شو. بگیر. بچه کشی کنم؟ چنانگویی بچه کشی که هر که نداند گمان برد پاکی و مادر. بگیر. خاطرت باش از سالت، هرچه کردی و هرچه شد شرح ماجرا به نام این نوشته خبرم کن. های سالت، میان راه یا بخواب یا هر کجا، خیال برهم زدن این عهد به سرت آمد، دستی به تلسم پیشانیت بکش که مهم نیست در بیابان یا دریا، هر کجا باشی پیدایت کرده، بلایی به سرت می آوریم که مرگ برایت خوش در آید. دروغ می گویم عمه، زندگی لیس و لطیفه را نگاه نکن، بدبخت چه خیر و خوش در زندگیش دیده. باز شروع کردی جهان. سیمون خوب بس کجا؟ همینجا بمانید، بر میگردم. Thank you.
عمه جان انشالله که خوش خبر باشد. عمه جان عمه جان شها چشمانت رو چرا بسته ای؟ عمه شکایت از پروردگار آن زمان که آدمیان خود به یکدیگر رحمی نکنند. اما برای ما و شما بماند به یادگار که خداوند در برابر پاسخ گناهان و عصیان بندگان عجول نیست و چه خوب می‌بیند و می‌شنود. بیا
بیا نشانت دهم. بیا. گوش کن صاحب، اگر کلامی از آنچه که دیدی بگویی یا سراغ باغچه بگیری و زیر و رویش کنی، من میدانم و تو. میان بیابان برده رهایت میکنم، جایی که نه کسی صدایت بشنود نه لقمه نانی پیدا کنی که سیر شوی. فهمیدی؟ جهان، جهان میدانی هم منس ها مرده؟ رنج باشد از زمین و آسمان میبارد، انقدر که توان نفس کشیدن نمیگذارد. عمه، نفهمیدم بالاخره پسرم را دیدی یا نه؟ بگشایید سیل خون از جگر آرید سوی باغت بود. خیال نکن ماجرای گلوبن رو فراموش کردم، پسرت هنوز پسش نیاورده. عجب وقت ناشناسی تو، از دیشب هرچه میگردم شهاب پیدا نمی کنم، چه برسد به گلوبند تو. این حرف برای من آب و نان نمی شود، من گلوبندم را می خواهم. در این بچه دزدی که به جان شهر افتاده دعا کن پسرم پیدا کنم، و الا گم شدنش را از چشم تو و گلوبندت می بینم. حیف که خاطرم نیست گلوبندت کجا دیده بودم. مجنون تویی نه پسرت. علی‌رغم ترس و اضطرابی که به جان جهاندخت افتاده بود، دست از سیاست نمی کشید و فرصت را مناسب دید تا مجنونی را قربانی بعدی خود کند. زود بود رفتنش. خوشا به شهاب که تا آخرین دم کنار پیکرش بود، خوشا به سعادتش. پس زبان به کنایه گشوده، حضور شهاب را در خانه عمه آنقدر پروری تا بلکه از کاهی کوهی پدید آید. خدا بیامرز عمرش به این دنیا نبود. از بد اقبالی پسر من کنار پیکرش بوده. آیا
دخترفی در دهان مردم انداخته که میترسم این مرگ دامن شهابم بگیرد. مجنون است، اما نه آنقدر که دستش به خون کسی آلوده شود. سن الله، نذار شهابم قاتل کند. بذر فتنه در دهان مردم نکار، که جز تو کسی شک به شهاب نبرده. برویم لطیفه. پس زبان به دهان بگیر که از جانب من و لیس شهاب خود صاحب عزای این مجلس است. تقصیر من نبود. اگر ستاره فرزند نیامدم، با ستاره لطفعلی در جنگ بود. من چه میخواستم جز صدای گریه نوزادی بخوانم؟ اصلا تو را چه به گم کرده اینو هم پیرزن؟ از کجا می دانستم هنوز از لوح بهره ای نبرده ای؟ چه می دانستم خانه خرابم می کنی؟ اصلا از چه رو پا به رهن میان این قصه دویدی که چنین شود؟ خدایا، اگر هنوز به بندگی قبولم داری، آبرویم نبر. هر چه کردم محض حفظ جانم بود. شهاب، تو اینجایی؟ همه دنبالت میگردند. چه میکنی؟ اما ندارد شهر از دست این خانواده. چشمم ببینید، ببینید، پسرش با سنگ و کلوخ افتاد به جانم. شهاب، سخت است اگر پسر مجنونت رو آرام کنی. قل و زنجیر بخر گوشه رامش کن. هر بار قصه ای، هر روز ماجرایی. الله الله، جلال خالق، پسر من تا شهری نبیند کاری نمی کند. کدام شهر قربان قدت؟ من اگر جای او بودم هزار بار سجده شکر به جا می آوردم و منت این صاحب خانه می کشیدم که پسرم پای جنازه دیدند و دم بر نیاوردند. بس از جهان. صلوات علی محمد، صلی علی محمد و آل محمد. خدایش بیامرزه، خدا مهربان تا سلامت باشه. خدا صبر ده، خدا میگه، خدا نگه، 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 خدا نگه. حکایت غریبی است لیس، کاری هست من بمانم؟
نه حبیب بیک، ممنون، من هستم. خدا حافظ. خدا نگهدار. لطیفه، نمیمانی نماز شب اول قبرش را در خانهش بخوانی؟ ساعتی به غروب بیشتر نمانده، میترسم لطفلی برسد مادرش نباشد در رو برایش باز کنه. جانب بذار آخرتت نورانی همه جا. باشد حوصله ای تو نیست. به جهنم که نیست. پسرم دو روز است که رنگ این خانه ندیده. میان شهری که بچه دزدانش احاطه کردند غیرتت کجاست؟ به جای آنکه پی فرزند کوچه خیابان گز کنی، به من هم اجازه گشتن نمیدهی. آرام، همه صدایت شنیدن. دهانت ببند. دهان نمیبندم، داد میزنم تا همه بدانند مهری به دل ندارد مرد این خانه. پیدایش کرده برش میگردانم. کی بشود که تو پسرت در بیابان رها کنم؟ شهاب! 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 کجا؟ باز طعم کتک یادت رفت وحشی شدی؟ گلوبند سمسام چی کردی؟ مال عمه بود. غلط میکنی تو، هرچه مدارا میکنم آدم نمیشوی. جهان دخت را برای چه با سنگ زدی؟ فردا که قاتلت کردند و به دارت زدند نفسی آرام میکشم. تا گلوبند سمسام پیدا نکردی راه خانه نگیر.
جمان چه میکنی؟ رهایش کن، خفش کردی؟ چه میکنی تو؟ گمان کردی چون مست و بیحال افتادم صدای ناله پسرم را نمیشنوم؟ خواب بودم میان وهم و بیداری. او که قصد کشتنش داشتم صاحب نبود. شهاب میان رخت خواب صاحب دیدم. شهاب این وقت شب اینجا چه غلطی میکند؟ مجنون توی نه پسر شابر. برای چی مرا داشتی خفه میکردی؟ به خدا من به هیچ کس نگفتم که چیزی در بخش منو کردی. این چه گفت؟ این قصه را از هر طرف که می نگرم جز تعجب و غم چیزی نصیبم نمی شود. اگر عمه به طبیعت مرگ جان داده باشد، چرا امروز؟ چرا در این بلوا؟ لیس، نکند کسی قصد جانش کرده باشد؟ پیرزن آزاری نداشت که کسی قصد جانش کند. به گمانم در لوح چیزی دیده و شنیده که طاقتش رو نداشت. شاید اگر ساعتی زودتر رسیده بودیم زنده بود هنوز. شاید اکنون می دانستیم لطف علی کجاست. در این سوز سرما چه می کند پسرکم؟ آرام ندارم، به گورستان می روم. از کراهت گورستان در شب نشنیده ای؟ اسپند روی آتش می مونم. شاید در میان راهو گز کردن کوچه خبری از لطفعلی باشد. خدا را چه دیدی؟ لطیفه جان، رنجور شده ای، توانستی بخواب، منتظرم نباش. گفتی شهاب پسش آورده؟ میخواستی آبش کنی تا مباد و سکه ای دست سر خود شهر رو بگیرد؟ هم پشت گردم به خاک همانجا که بود. حرف مفت نزن. چرا نگفتی شهاب گردم من رو پس آورده؟ اگر به خاک برش گردندی که هیچ، فرنه همان گلوبند لطفعلی. گلوبندی که؟ لطفعلی؟ پرت و پلا نگو، خودم از میان لانه کفترانم بیرون کشیدمش. چنان کسافت سر و رویش را گرفته بود که گویی هزار سال آنجا خانه کرده. ای خوشخیال سمسام، غیر از تو و شهاب چه کسی از این ماجرا خبر دارد؟ دلم گواه فتنه ای را می دهد. این مجنون لایعقل بلای اول آخر جانم شد. هرچه رشتم پنبه کرد، در جهنمم انداخت، چارم گرفت. دزدیده بودیش؟ آری دزدیدمش، نه گلوبند رو که صاحبش رو، بلکه آبی شود بر جگر آتش گرفتم تا داغ بی فرزندی بر دل اینان که دم از خدا می زنند بنشیند و ایمانشان تماشا کنند. سنک بی شرف، دهانت را ببند، دهان ببند از معاملات. وقتی صبح و شب می نشستی با تنه و کنایه زخم زبانم می زدی که جهان قوای مادری ندارد و اجاقش کور است. وقتی در مستی زیر بار کتکم می نشاندی و نازایم بهانه می کردی، همان ایام بذر کینه در دلم کاشتی. سمسا لطفعلی را چه کردی؟ فروختمش به دیاری که لیس اگر عقاب آسمان هم بشود باز نیابدش. از چه رو رازت را فاش کردی بی حیا؟ تا بدانی که عشق به سمسام و حسرت پروریدن فرزندش چه بلایی به سرم آورده. بدانی و چون من عذاب دانستنش به جان بکشی. کاش جای این همه فتنه چینی و کینه خودت را میکشتی تا عالمی از شرت خلاص شود.
کاش با پسرم میان همان بیابان در آغوش طایفه جان میدادی. همان روزها که عشقت را به سینه داشتم، هفته ای را شیون میکردم تا عمری از شربت خلاص شدم. کجا؟ تو اگر دل آزار همسایه را داری من ندارم، میروم جار بزنم، زنم کودکی را روبوده، بلکه مادرش از چشم انتظاری بیرون کنم. مگر غیرت لیس خونت ریخته من بی غیرت خلاص کند؟ گلوبند دست که بوده؟ جهاندخ یا سمسام؟ شاور که را دیده؟ جهان یا سمسام؟ اگر زبان باز کنی چنان ماجره هاشا می کنم و دوستی گردنت می اندازم که صبح و شام دعا کنی که ای کاش می مردی و حرفی نمی زدی. شهادت جهاندخت کجا و حرف دائم الخمر شهر کجا؟ برو برو فریادش کن و به انتظار بدبختیت بنشین. به دست آوردیم آماده خدمات ارزی به ایرانیان در تمام نقاط دنیا می باشد. شرکت فارسیان در زمینه های خرید و فروش ملک، امور مهاجرت و صدور انواع بیمه فعالیت می کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید. سپاس.